بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس أول سورة فاتحة وسورة هاي خر. آموختن سورة فاتحة و آن سورة هاي کوتاه که امکان دارد از سورة زلزلة تا سورة ناس، از روی تلقین و درست کردن قرائت و از روی حفظ کناندن و شرح و بیان آن چیزی که فهماندن آن واجب می باشد. شایسته است که حفظ کرده شود، همچنانه که حال سلف بود، هر روز 10 آیت با خواندن شرح آن از تفسیر مختصر مانند تفسیر ابن سعدی رحمه الله و از الله برای بر آن عمل کردن یاری طلب نمودن. طالب علم از کدام تفسیر شروع میکند؟ طالب علم را نصیحت کرده میشود که از تأثیر کریم رحمان فی تفسیر کلام المنان شیخ عبدالرحمن ابن ناصر سعدی، الله او را رحمت و مغفرت کند، شروع نماید. برای چی؟ یکم، برای آنکه برای نصیحت عالمان و به آن اهتمام دادنشان. دوم، زیرا آن مختصر است، پس مناسب است که آن را ابتدا کننده بخواند. سوم، زیرا جمله های آن آسان و واضح است که در آن پوشیدگی نیست. چهارم، زیرا آن به اجازت الله بر عمل کردن به قرآن یاری می رساند. پنجم، زیرا مؤلف رحمه الله در توحید اهمیت داده است. احکام مردم با همراهی قرآن چیست؟ در برابر قرآن احکام مردم با همراهی قرآن چیست؟ مردم در برابر قرآن با دو طرف و میانه تقسیم می شوند. یکم، کوتاه کننده، قسمی که قرآن را ترک می کند و ترک آن به طریق قرائت، حفظ نکردن، به اندیشه خواندن، عمل نکردن، به آن معالجه نکردن. دوم، زیاده روی، قسمی که قرآن را می خواند و حفظ می کند به اندیشیدن و به عمل کردن. سوم، میانه روی، قسمی که بر قرائت و حفظ آن مداومت و اندیشه میکند و از الله برای آن عمل کردن یاری میپرسد و این حال سلف صالح و پیروانی آنها میباشد. الله تعالی میفرماید و رسول گفت: ای پروردگار، البته قوم من این قرآن را ترک کردند. سوره فرقان آیه 30. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: هر آینه از نسل این قوم میبراید که قرآن را میخوانند، از حلقشان نمیگذرد. مسلمانان را میکشند، از دین اسلام خارج می شوند، همان گونه که تیر از زده شده خارج می شود. هر آینه اگر من آنها را دریابم، آنها را مانند کشتنی قوم عاد می کشم.